بیست نهاد مستقل سنفی و مدنی ایران به طور مشترک منشوری با عنوان مطالبات حداقلی تشکلها منتشر و دوازده خواسته اصلی خود را مطرح کردند آنها همچنین بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود تاکید کردند. تشکل‌های سنفی امضا کننده این منشور با تاکید بر اینکه در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب شیرازی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است گفتند هیچ چشمنداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود آنها پنج ماه اعتراضات خیابانی را به رقم سرکوب خونین حکومت تلاشی برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود و علیه زن ستیزی و تبعیز جنسیتی ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی بردگی نیروی کار فقر و فلاکت و ستم طبقاتی ستم ملی و مذهبی دانستند در همین راستا این بیست تشکل سنفی خواسته های حداقلی خود را به عنوان ضروریت های اساسی در ساخت جامعه نوین، مدرن و انسانی پس از جمهوری دجال اسلامی مطرح کردند. آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرم فعالیت سیاسی و سنفی و مدنی محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی آزادی بی قید و شرط عقیده بیان و اندیشه راه پیمایی شبکه های اجتماعی و بسیاری موارد دیگر از جمله لغو احکام قصاص ممنوعیت آزار جسمی عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریبهای زیست محیطی و عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواسته هاست. این تشکلهای های سنفی خواستار برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه ها به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی و پایبندی بر حقوق زنان نسبت به بدن و سرنوشتشان شدند و سوی دیگر بر ضرورت امهای نگرش های مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی تاکید کردند. آنها همچنین تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افسایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه شاغلان و بازنشستگان را از دیگر خواستهای حداقلی خود خانده و تأکید کردند ممنوعیت کار کودکان، ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری، رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم باید در قوانین ایران گنجانده شود امضا کنندگان منشور از ضرورت تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود گفتند و تحقق این دوازده خواسته حداقلی را به مسابه اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران یگان راه پیافکنی ساختمان جامعه نوین و مدرن و انسانی در کشور توصیف کردند شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان ایران اتحادیه آزاد کارگران ایران اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشجویان متحد کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خانه فرهنگیان ایران، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد احواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن سمفی کارگران برق و فلز کرمانشاه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اتحاد بازنشستگان شورای بازنشستگان ایران تشکل دانشجویان پیشرو شورای دانش آموزان آزاداندیش ایران سندیکای نقاشان استان البرز کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران و شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی امضا کنندگان این منشور هستند. پایه های بیت رهبری فرو ریخت. تبریک به مردم دلیر ایران. کار رژیم تمام شد و شاهزاده رضا پهلوی نماینده رسمی مردم شد. یک سایت خبری آمریکایی میگوید که انتظار می رود اتحادیه اروپا هفت نهاد مرتبط با سپاه اهریمنی پاسداران را که گفته می شود در تحویل هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای جنگ با اوکراین دست دارند تحریم کند این سایت خبری همچنان میگوید دولت آمریکا شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان رهبر ایران میشناسد او همچنین به مردم ایران برای این رهبر فقید تبریک گفت پایه های بیت رهبری در حال فرو ریختن است مقامات جمهوری دجال اسلامی ایران ارسال تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در حمله به اوکراین را تکذیب کردند یکی از مقامات اتحادیه اروپا که نخواست نامش منتشر شود به این خبرگزاری گفت تحریم جدید شامل نیروی هوافضای سپاه اهریمنی پاسداران سازمان جهاد خودکفایی سپاه دجال و شرکت نظیر اوج پرواز دو نفر نیز می شود. یکی از این مقامات اروپایی همچنین گفت که ایران با روسیه برای ارسال موشک های بالستیک کوتاه برد قرارداد بسته است و اتحادیه اروپا بسیار نگران ارسال این ادوات به مسکو است. این مقام گفت بحث در مورد افزودن سپاه اهریمنی پاسداران به فهرست خرابکاران اروپا همچنان ادامه دارد این در حالی است که ناظران و کشورهای غربی میگویند که جمهوری دجال اسلامی ایران انواع مختلف پهبادهای نظامی را برای استفاده روسیه در جنگ با اوکراین به مسکو فرستاده است